اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت ولعن أتباعهم وأشياعهم وأعوانهم وأولياءهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. تعزیت و تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما سروران و شیعیان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. امیدوارم که با احیای شعائر فاطمی و احیای ذکر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بتونیم قدمی رو برای تعجیل فرج امام زمان علیه السلام و تسلای قلب حضرت برداریم. با برنامه معراج در خدمت شما سروران حسینی هستیم و در حضور کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند هستم و خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم خدمت بینندگان محترم و عزیز سلام عرض ادب دارم. ان شاء الله همه عزیزان مورد لطف و عنایت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشند ان شاء الله. در در برنامه گذشته در ابتدا در مذمت مکر و حیله بله. توضیح اون روایاتی رو ذکر فرمودید و در ادامه توضیحات فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها از شکوه حضرت نسبت به سه دسته، خصوصا کسانی که سکوت کردن نسبت به ظلم سقیفه و رهبران سقیفه برامون مطالبی رو فرمودید، اینکه حضرت فی الواقع از سه دسته گله داشتند، خب رهبران سقیفه و عوامل اصلی اونها و همدستان و موالیانشون و همچنین نسبت به کسانی که نسبت به این ظلم بزرگ و گناه بزرگ سکوت کردند که قطعا اونها هم شریک هستند در این جرم بزرگ به دلیل اعانت ظالم و به همین مناسبت روایاتی رو در مذمت اعانت ظالم و شریک بودن چنین اشخاصی برامون ذکر فرمودید. انشالله ادامه مطالب رو بعد از حدیثی که تقدیم بینندگان عزیز میکنیم انشالله خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي وعلى آبائه. حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه نورانی در واقع از سه گروه گلایه دارن و سه گروه را مورد خطاب خودشون قرار دادن. اولین اونها سران منافقین، اونهایی که سقیفه را تأسیس کردن، غصب خلافت کردن، جاده خلافت را و مسیر آن را عوض کردن و نه فقط مسلمان ها را، اهل عالم را به زلالت و گمراهی واداشتن. چون عالمی که درش امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزندان معصومش درش حاکم نباشن، اون عالم عالم زلالت و گمراهیه و سببش سران سقیف است. دوم، کسانی که این ظلم عظیم را مشاهده کردن و رضایت به آن دادن، راضی بودن، نه فقط راضی بودن بلکه کمک هم کردن
و سوم کسانی که سکوت کردن، چنین ظلم عظیم را دیدن و قدرت بر سخن داشتن، توانایی بر اعتراض داشتن، اما اعتراض نکردند و ساکت شدند. بدترین ظلم ها ظلم به اهل بیت علیهم السلام. ظلم بده، هر نوع ظلم بده، ولی ظلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه، ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها، ظلم به قاطبه اهل البیت علیهم السلام بالاترین ظلم ها، چون کسی جز اهل البیت علیهم السلام مقرب درگاه خدای عز و جل نیست. مقرب ترین افراد به خدای عز و جل اونهایی هستند که از نور خدای تبارک و تعالی آفریده شدن، اهل البیتی که خداوند اونها رو پاک آفریده، آیه تطهیر در شأنشون نازل شده، حضرت زهرایی که حبیبه خدا و حبیبه رسول الله. ظلم به او بالاترین ظلم هاست، لذا در حرمت ظلم به اهل البیت علیهم السلام و شدت این حرمت روایاتی داریم از جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حرمت الجنة على من ظلم اهل بیتی، بهشت حرام میشه، حرام گشته بر کسی که ظلم به اهل بیت پیغمبر کرده، بوی بهشت را نخواهد شنید، وارد بهشت نخواهد شد. اونی که کمترین ستم و کمترین ظلم را نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم روا داشته است، او قاتلهم، نه این که ظلم بکنه بلکه با اونها به جنگ برخواسته، کسی که با اونها به جنگه این از بهشت قطعا محروم میشه. او اعان علیهم، یعنی بر اهل البیت علیهم السلام کمک و یاری کردن افراد را. او سبهم، کسانی که بد بگویند، سب کنن اهل البیت علیهم السلام را، چنین افرادی از بهشت محروم خواهند شد. اونایی که بد میگویند به اهل بیت عصمت و طهارت، پیغمبر اکرم میفرماید اولای که لا خلاق لهم فی الاخره، در قیامت در آخرت هیچ بهره نصیب اونها نمی شود، لطف خدا هرگز شامل حال چنین افرادی نمیشه. اونایی که ظلم کردن، اونایی که به جنگ برخواستن، اونایی که بد میگویند و بد گفتن نسبت به اهل البیت، اونایی که ظالمین به اهل البیت را یاری کنن، اینها از بهشت قطعا محروم میشن و لطف خداوند شامل حالشون نمیشود در آخرت. ولا یکلمهم الله، خداوند در قیامت با اونها سخن نخواهد گفت. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، خدا نظر رحمت به اونها نخواهد داشت در روز قیامت. ولا یزکیهم، اعمال اونها را هم پاک نمی کنه، نه از گناهانشون هیچ پاک نمیشن. و لهم عذاب علیم، یک عذاب دردناک از آن اونها خواهد بود. چرا؟ چون به اهل البیت علیهم السلام ظلم کردن، ظلم کردن به حضرت زهرا، ظلم کردن به امیر المؤمنین، ظلم کردن به امام حسن، به امام حسین. روایت دیگر در این مطلب در این باره از آقا امام صادق علیه السلام، وقتی این آیه نازل شد، آیه 71 سوره مبارکه اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی حبیب ما یاد بیار اون روزی را که همه هر گروهی را با امامشون، با پیشوایشون اونها را در صحرای قیامت میخونیم.
هر گروهی با رهبرش میاد، با امامش میاد. حالا امامش حق باشه یا امامش باطل باشه، چون همینطوری که امام به حق داریم که مردم رو به بهشت و به نور الهی دعوت میکنن، امام باطلم داریم که مردم رو به گمراهی و به سمت آتش جهنم رهبری میکنن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، وقتی این آیه نازل شد مسلمون ها محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردن یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، مگر شما شخصا امام همه مردم نیستید؟ یعنی چه؟ هر گروهی را با امام خودش اونها را میخونیم و محشور میکنیم، شما خودتون امام همه هستید. فرمودن انا رسول الله الی الناس اجمعین، من فرستاده خدای عز و جل هستم به سوی همه مردم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، من به دوشم رسالت قرار داده شده، رسالت غیر از امامته، من فرستاده خداوندم به سوی همه مردم. ولیکن سیکون بعدی ائمتون علی الناس، اما بعد از من امامانی بر همه مردم خواهند بود که این امامان من الله هن. چند تا خصوصیت دارن این امامان بعد از شهادت پیغمبر اکرم. اولا اینها من الله هن، یعنی امامت منصبیه که خداوند اون منصب رو باید تعیین کنه. تعیین امام و پیشوا در اسلام به عهده خدای عز و جل، به عهده مردم گذاشته نشده. مردم باید تسلیم امر امام بشن، مردم باید اولا معرفت به امام پیدا کنن. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. بعد از معرفت و شناخت امام به حق باید تسلیم اوامر او باشن و از او اطاعت کنن. می فرماد این امامان اولا بر همه ناس امامن، نه بر یک گروه خاصی، امام همه عالمن. این امامت من الله است، از جانب خداوند است. من اهل بیتی، امامان از طرف خدای عز و جل، اینا از خاندان پیغمبر باید باشن، نه دیگران، نه از بنی امیه، نه از بنی مروان، نه از بنی عباس، نه گروه دیگر. این امامان تعیین شده از طرف خدای عز و جلن و اهل بیت پیغمبرن. یقومون فی الناس، اقامه امامت میکنن در بین همه ناس، مردم شرق و غرب عالم. اما حضرت میفرماید متاسفانه فیکذبون، اینها مورد تصدیق قرار نمیگیرن، مورد تکذیب واقع میشن، مردم اینها رو باور نمیکنن، مردم با اینها مخالفت میکنن، با اینها دشمنی میکنن. و یظلمهم ائمه الكفر والضلال واشیاعهم، امامان کفر، امامان زلالت و گمراهی و کسانی که پیرو ائمه کفرن ظلم میکنن به این امامان منتخب از جانب خدای عزوجل، ظلم میکنن به اهل البیت علیهم السلام. این خبریه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن. بعد میفرماید الا و من والاهم، آگاه باشید هر کسی محبت و دوستی امامان از اهل البیت رو داشته باشد و تبعهم، از اونها پیروی کنه، اتباع داشته باشه، حرف شنوی از اینها داشته باشه، و تصدقهم، قلبن اونها رو باور کنه، تصدیق قلبی نسبت به اینها داشته باشه، فهو منی، چنین شخصی از من خواهد بود. همینطوری که سلمان شد سلمان منا اهل البیت. چرا سلمان شد منا اهل البیت؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امام باور بود، معتقد بود به امامت،
کسی بود که محبت داشت به امیر المؤمنین علیه السلام، کسی بود که پیروی کرد از امیر المؤمنین، تصدیق کرد مقام امیر المؤمنین علیه السلام را. از این جهت پیغمبر اکرم دربارش فرمودن سلمان و من اهل البیت، بنابراین هر کسی در قلبش اهل البیت را دوست داشته باشد و در عمل پیروی کند از اهل البیت و قلبن اونها را تصدیق و باور بکند، میشد منی. پیغمبر میفرماید او از منه. و سیلقانی به زودی او با من ملاقات و دیدار خواهد کرد، یعنی محبین امیر المؤمنین سلام الله علیه، محبین و علاقه مندان به حضرت زهرا علیه السلام، اینها در قیامت با آقا رسول الله دیدار خواهند کرد، ملاقات خواهند کرد. بعضی روایات دارد اینها همسایگان پیغمبر حساب میشن. در دعای شریف ندبه میخونیم و شیعتو که علی منابر من نور مبیضتا وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. یا علی، علی جان، شیعیان شما چند تا ویژگی دارن در قیامت، اینها بر فراز از منبرهای، بر فراز منبرهای از نور قرار میگیرن، اطراف من هستن، اینها در بهشت همسایگان من هستن و صورتهایشون سفید و نورانی به برکت دوستی به امیر المؤمنین علیه السلام. علاوه من ظلمهم، هر کسی که ظلم کند به این اهل البیت، کمترین ظلم به اهل بیت را داشته باشد، و اعان علی ظلمهم، کمک کند به دیگران نسبت به ظلم به اهل البیت علیهم السلام، و کذبهم، اینها را باور نکنه، مقام شرورت قبول نداشته باشه، مقام شرورت تکذیب بکنه، انکار بکند فضائل اهل البیت، مقامات امیر المؤمنین علیه السلام را، مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها را، مقام نوری حضرت زهرا، مقام نوری امیر المؤمنین سلام الله علیه را منکر بشود، چنین شخصی فلیس منی، این از من نیست، ولا معی، با منم نخواهد بود در قیامت، و انا منه بریء. پیغمبر اکرم میفرماید من از چنین فردی بریئم، یعنی بیزارم، از من چنین شخصی دور است، من هم از او دور هستم. بنابراین اگه کسی بخواد همراه پیغمبر اکرم باشه و مورد لطف و عنایت پیغمبر اکرم واقع بشه، باید ظلم به اهل البیت نکنه، باید اهل البیت را دوست داشته باشد، از اهل البیت حرف شنوی داشته باشد، چون اهل البیت کلامشون کلام رسول الله و کلام خدای عز و جل. راضی بودن به ظلم ظالم در اسلام عملیه که حرامه، انسان نباید به ظلم ظالم راضی باشه، باید از ظالم فاصله بگیره انسان، و ظلمی که ظالم مرتکب بشه انسان باید از ظلم او اظهار براءت و اظهار بیزاری کنه، باید بیزار باشد از ظلم ظالم، مخصوصا ظلمی که نسبت به اهل البیت علیهم السلام انجام بگیره. چون ظلم دو قسمه، وقت ظلم در مرتبه اصول دینه، یعنی ظلم به اصول دین، مثلا کسی که مشرکه این ظلمش ظلم اصولیه، کسی که منافقه، کسی که کافره، کسی که منکر نبوته، کسی که منکر امامته، اینا ظلم در از قبیل ظلم به اصول دینه. یه وقت ظلم به فروعه، نه به اصوله، مثلا مال کسی را غصب کنه. بله، از تمام این ظلم ها انسان باید دوری کنه و راضی به هیچ نوع ظلمی نشه، مخصوصا ظلم به اهل البیت علیهم السلام، ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها. یه روایت عرض کنم امروز در این جلسه، امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین میفرماید العامل بالظلم، یعنی شخص ظالم،
و المعین له، کسی که کمک کند به ظالم، و راضی به، کسی که رضایت بده به ظلم ظالم، این سه نفر در یک مرتبه هستند. شرکاء فی، در این ظلم همه اینا شریکن، عمل کننده، ظلم کننده، یاری کننده ظالم و کسی که راضی به ظلم باشه. بس همینطوری که ظلم محرم است، رضایت دادن به ظلم ظالم هم در اسلام مورد حرمت قرار گرفته. بله، بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات شما و تشکر میکنم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. میان برنامه رو تقدیم شما سروران میکنیم و به استودیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود انشاءالله. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و همراهان حسینی. اولین سوالی که مطرح فرمودن بینندگان محترم این هست که درخواست کردن یک برنامه عملی روزانه رو خدمتشون توضیح بدید و راهنمایی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عمل مؤثر اون عملی که دوام داره، عمل موقت این موقت اثر داره، اما اگر بخوام عملی باشد که اثرش دوام داشته باشد، باید خود اون عمل را انسان مداوم انجام بده، ولو کم و اندک باشه. قلیل یدوم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، عمل کم با دوام بهتر از عمل فراوان منقطع و بریده. اولا نماز صبح را در وقتش بخونیم، یک برنامه عملی هر روز نماز صبح خونده بشه، اون هم در وقتش نماز صبح خونده بشه. تا بتونیم نماز شب را ترک نکنیم، این نمازی که پر از خیر و برکته. دیگر اینکه روزی 70 مرتبه استغفار کنیم، استغفر الله ربی و اتوب الی. روزی 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم که فرمود من صلى علی مره لم تبق من ذنوبه ذره، کسی که یک مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته ذره ای از گناهان برش باقی نمیمونه. 100 مرتبه انسان صلوات بفرسته، مخصوصا اگر نیت کند سلامتی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را. هر روز انسان قدر قرآن تلاوت کنه، برنامه ریزی کنه انسان
که هر روز یه مقداری از آیات نورانی قرآن کریم را تلاوت بکنه. محاسبه نفس انسان داشته باشه، شب به شب قبل از خواب یه وقتی را تعیین کنه و بشینه بررسی کنه صبح تا الان من چه کار کردم، آیا پیش رفتم، پس رفتم، کارهای خودش را مورد محاسبه قرار بده. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. دعای فرج امام زمان علیه السلام را فراموش نکنه بعد از نمازها، دعای اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن را بعد از نماز یا در قنوت نمازش هر روز اون را بخونه، فراموش نکنه. از گناهان دوری کنه، مخصوصا موسیقی، از شنیدن موسیقی و ترانه خودداری کنه که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. بله، اجتناب از گناه و معصیت و رعایت تقوا یک برنامه عملی که هر روز انسان میتونه داشته باشد و باعث موفقیتش میشه. بله، عزیز محترمی پرسیدند که منظور از ارحام چه کسانی هستند که صله به آنها لازم است؟ منظور از ارحام اونایی که از یک رحم به وجود آمده باشند. بنابراین جد انسان، پدر بزرگ انسان، مادر بزرگ انسان، اینا جزء ارحامن. پدر و مادر جزء ارحامن. خواهر و برادر اینها جزء ارحامن. عمه و عمو جزء ارحامن. دایی و خاله جزء ارحامن. فرزندان اونها جزء ارحامن، یعنی ارحام نزدیک داریم، ارحام دور. ارحام اونهایی که تمامشون بازگشتشون به یک مادره، به یک رحمه. بنابراین فامیل هایی که به سبب ازدواج با انسان فامیل میشن، نه جزء ارحام حساب نمیشن. ارحام نسبی، نه ارحام سببی. بنابراین عروس انسان اگر غریبه باشه، از یک فامیل دیگه، از یک طایفه دیگه، این جزء ارحام حساب نمیشه. داماد انسان اگر چنانچه این از یک فامیل و عشیره و قبیله دیگه است، این ارحام حساب نمیشه. بنابراین اون ارحامی که صله با اونها لازمه، همینه که عرض کردم، اونهایی که بازگشتشون به یک مادره، بازگشتشون به یک رحمه. بله، پرسیدند که عده وفات بر چه کسانی لازم هست؟ فقط بر زوجه، یعنی زنی که همسرش رو از دست میده. یعنی یک مرد وقتی از دنیا رفت، فقط همسر او باید عده بگیره، نه مثلا خواهر این مرحوم یا مادر این مرحوم. نه، عده متوفا بر همسر او لازمه، که در این مدت این زن باید صبر کنه، 4 ماه و 10 روز باید صبر کنه، با کسی ازدواج نکنه، لباس زینت نپوشه، سرمه به چشم نکشه و کارهای زینتی را رها کنه در این مدت 4 ماه و 10 روز. بله، پرسیدن در چه مواردی عدالت لازم است و چگونه به عدالت کسی پی ببریم؟ در اسلام در چند مورد عدالت مورد نیازه. یکی برای امام جماعت، پشت سر کسی ما میتونیم نماز بخونیم که حتما معتقد به عدالت او باشیم، باید عادل باشه. در قاضی عدالت شرطه، در مرجع تقلید عدالت شرطه، در شاهد عدالت شرطه. و عدالت چیه؟ عدالت یک ملکه نفسانی است، یک حالت معنوی درونی است که انسان را وادار میکند به انجام واجبات و ترک محرمات. حالا چطور ما پی ببریم به عدالت شخصی؟ گاهی از راه معاشرت. سالیانی باهاش زندگی کردیم، دیدیم عمل گناهی، معصیت ازش مرتکب نمیشه، واجبی را ترک نمیکنه. یا اینکه پرسیدیم
از همسایه پرسیدیم، از آشناهای او پرسیدیم و عدالت او را اینها تصدیق کردن. از این راه ها میتوند انسان به عدالت شخصی پی ببره. بله، پرسیدند آیا نماز قضایی که به گردن داریم را میتوانیم به طور نشسته بخوانیم؟ انسان تا وقتی که قادر هست به ایستادن، این نمیتوند نماز واجب خودش را نشسته بخونه، ولو قادر است به این که بیسته به صورت تکیه دادن به دیوار بیسته و به عصای تکیه بده، بیسته و به میزی مثلا تکیه بده، به یک انسانی تکیه بده. اگر قادر هست به ایستادن، این نمیتونه نماز خودش را به صورت نشسته بخونه. بله بله، پرسیدن آیا در نماز واجب می توانیم از سوره ای عدول کنیم به سوره دیگر؟ غیر سوره توحید قل هو الله احد و غیر سوره قل یا ایها الکافرون، هر سوره دیگری را که خوندیم، مثلا بعد از هم سوره انا انزلناه فی لیلت القدر خوندیم، تا به نیمه این سوره نرسیدیم میتونیم سوره را عوض کنیم و سوره دیگری را بخونیم. مثلا انا اعطینا کوثر را بخونیم جای سوره انا انزلناه فی لیلت القدر. اما اگر به نیمه سوره رسیدیم، دیگه نمیتونیم از خوندن این سوره دست برداریم. به خلاف سوره قل هو الله احد و سوره قل یا ایها الکافرون، به محضی که وارد شدیم ولو به نیمه نرسیدیم، حق عدول ازش رو نداریم، باید تا آخر تمامش کنیم. بله، عزیزی پرسیدن که عذرخواهی میکنم، گاهی اوقات به حمام که میروم و خود را تمیز میکنم، فراموش میکنم که غسل جنابت انجام دهم، آیا از جنابت پاک میشوم؟ غسل جنابت احتیاج به نیت داره. آب ریختن رو بدن بدون نیت، این غسل حساب نمیشه. انسان باید آب بریزه به سر و گردن به نیت غسل، طرف راست بدن آب بریزه به نیت غسل، و به طرف چپ هم آب بریزه به نیت غسل، قربتن الالله تعالی. بنابراین صرف آب ریختن رو بدن و شستن بدن و تمیز کردن بدن بدون نیت غسل، این کار، این غسل شرعی حساب نمیشه و این جنابت مرتفع نمیشه. اگر جنوب هست، هنوز جنوبه. بله، پرسیدن حکم غسل کسی که با آب قصبی وضو یا غسل کند چیست؟ با آب قصبی غسل کردن هم حرامه، هم غسل وضو رو باطل میکنه. غسل وضو باطله با آب قصبی، البته در صورتی که انسان خبر داشته باشد که این آب غصبیه. یه وقت وضو میگیرد یا غسل میکند با آب غصبی، بعد خبردار میشد که آب غصبی بوده، این اشکالی ندارد. نسبت به وضو و غسل بعدی اشکال داره. اما مادامی که خودش توجه دارد که این آب غصبیه، تصرف در این آب غصبی حرام، وضو و غسلش هم با این آب غصبی چیه؟ باطله. حالا اگر فراموش کرد، میدونست که این آب غصبیه، فراموش کرد و با آب غصبی غسل کرد یا وضو گرفت، اگر خودش غصب کرده باشه و فراموش کنه، این باید غسل و وضو رو اعاده کنه. اما اگر غصبی بودنش رو فراموش کرد، دیگری غصب کرده بوده نه خودش، این نیاز به اعاده غسلش نداره. بله، پرسیدند در عده طلاق بودم که همسرم از دنیا رفت، آیا وظیفه دارم که عده وفات رو کامل بگیرم؟ بله، این زن به مجرد اینکه شنید، خبر بهش رسید که شوهرش به رحمت خدا رفته، کار به اون عده طلاق نداره. از اون زمان که شنید که خبرش، یعنی شنید که شوهرش به رحمت خدا رفته، باید 4 ماه و 10 روز عده وفات بگیره و در عده وفات این باید صبر کنه. در این مدت با کسی ازدواج نکنه و ترک زینت بکنه.
بله. و اینکه پرسیدند آیا یک زن می تواند از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند؟ نه، مگر اینکه عذر شرعی داشته باشه. یه وقت زن عذر شرعی داره، خب به خاطر عذر شرعی میتونه از این کار جلوگیری کنه. اما اگر عذر شرعی نداره، حق ممانعت از مقاربت همسر را ندارد. اگر این کار را کرد، ناشزه حساب میشه، ناشزه به زنی گفته میشه که تمکین ندارد نسبت به شوهر خودش. در چنین صورتی وقتی ناشزه شد، از نفقه محروم میشه ولی مهریه بهش تعلق میگیره. بله. و پرسیدن چه چیزهایی در وصیت نامه باید ذکر شود؟ وصیت نامه از اعمال مستحب است و نشونه ایمانه. لذا روایت میفرماد من مات بلا وصیه مات میتتن جاهلیه. خب بهتره که انسان در وصیت اقرار کنه، بنویسه که من اقرار کنه به وحدانیت خدای عز و جل، به رسالت پیغمبر اکرم، به امامت 12 امام، اعتراف و اقرار کند به عصمت حضرت زهرا علیه السلام و بنویسه اگر نماز بدهکاره نمازش رو براش بخونن، روزه بدهکاره روزه ها رو براش بگیرن، اگر از مردم حقوقی به گردن دارد اون حقوق را ادا کنن. بله، بسیار ممنون، متشکرم. و از شما عزیزان هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. در پناه حضرت حق، یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.